Ya. Siayo. Siayo. Siya. Orada şey yaptı. Yanış bala. Yavaş. Nasıl şazor? Ya. Yavaş. Yavaş. Gel efendim gelmişler. Yanışlar. Yanışlar. Var et yavrum. Ramin büyüye de arabaya hoş mu ya? Siya. Sadece benim iş nevi? Siya. Arşat. Kardeş bir bot tuzu izlemeyi çıkar bir kere diye. Siya. Siyacığım. Halece tere. Siya. Eğer Seda imanım iş nevi. Bego bebinem. Tu zir zemin çıkar mı kerdi? Ha? Siya can. Hele ho. Hele ho. Bezir rahat beşi. Bezir bekhabe. Ferda azaş mı kursiyem? İncem şehit dede verme masalısı az bir şey. Ona boyun şarayet. Ne hayır hadi içkini böyle. Are. Ali koca. İn masalas. Hadi içkini böyle onu var emersin. هرچند که این پیزوری پاش به لب مرز برسه با ریخت قیافهی که داری ممکنه گیر بیافته. آره همینطوره. واسه هر نیستش کرد همین. یعنی بکشیمش. تو رای دیگه سراغ داری؟ قرار بود دیگه کسی کشته نشه. چاره نیست. اگه ما نکشیمش با حال روزی که داره خودش میمیره. فقط زمانش معلوم نیست. خب حالا گیریم اینم از میون برداشتی. فکر میکنی این پسر جوالق بتونه جاشو بگیره؟ نه من فکر نمیکنم، چون تا حالا نفهمیدم برای چی رفته بوده توی زیر زمین. ولی وای به حالش اگر توجیه درستی از این کار نداشته باشه. که مطمئنن نداره. یا از روی عمد رفته یا فضولی. اگه از روی عمد بوده باشه که تکلیفش روشنه.
اگه از روی فضولی این کار کرده باشه که ما به آدم فضول کاری نداریم. درسته، ما باید سر در بیاریم. من سر در بیارم. فقط چیزی که فکر منو مشغول کرده جمشیده که تا دیر نشده باید از شرش خلاص بشیم. فکر میکنی بالا قبول کنم؟ من باشون صحبت میکنم. در نهایت خودشون میدونم. مهم اینه که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نباید برای ما مسئله ساز بشه. هیچ کس. خدای چرا این امیر دست از سر من بر نمیداره؟ اینجا چیکار میکنه؟ باید برم به رامین بگم. باید برم بگم اون کیه؟ همونو نابود میکنه. اگه به رامین میگم که میکشنش، خودش چیکار کنم؟ همه چی از بین میره، تمام بدبختی ها و دربدری ها دود میشه میره هوا. باید به رامین بگم، باید به رامین بگم، ولی خب نمیتونم. جان فرهنگ، اگه کارتون مهم نیست بذارین ساعت کنم. باش، فقط وقتی بیدار شدم بهشون بگید که مقدم اومده بودم باهاتون کار داشتم. مقدم؟ بله جان فرهنگ. چیه؟ اومدم خدمتون بگم ما موفق شدیم تلفن اون خونه رو تحت کنترل خودمون قرار بدیم، ولی تا این لحظه هنوز هیچ ارتباطی با اون خونه برقرار نشده. خوبه، خوبه، حالا برو کمی استراحت کن. بله قربان. جان سلام، شما بفرمایید منزل استراحت بکنید. به محض اینکه خبری شد ما با بیسیم به شما اطلاع میدیم. نمیتونم مهادم، نگران سرگردم. به گوش بشین رامکو خدا. الانم که دیگه وقت نماز. یا علی. بسیار خوب، پس من با اجازهتون مرخص میشم. سلامت. خسته نباشی. جان سلام، میفهمم چی؟ نوشه جانت با. مورد اعلامی سابقه نداره، موفق باشید. فرشاد همی آقا رفیقت داره بیدار میشه. اومدم. فرشته سیاه
سیاه. سیاه جون. سیاه. سیاه جون. سیاه. 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 کرد. بیا. بیا بیا. بخور حال جا بیاری بخور بیا ای بابا آخ چی شده دیشب تو رفته بودی تو زیر زمین بیا بیا دیشب آره اونجا یادت نیست سیزمه زده بودن تو سرت بیهوش شده بودی یادت نمیاد هیچی یادم سیاه جون سیاه جون سیاه جون سیاه 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 گوش کن ببینم بابا اصلا منو میشناسی؟ منم فرشاد با هم آبگوشت میخوردیم آبگوشت فرشاد آره بابا نوکرتم رفته بودیم یه جایی اومدیم اینجا اومدیم پلو آقا یادت اومد؟ اینجا از بقیه کجا؟ هستن آقا میخواد بدونه که واسه چی رفته بوده تو زیر زمین ببین جون من منو کشته دروغ نگی آقا از این ناراحت میشه چطوری آقا سیاه؟ بهتر فرشته چطوره؟ چی؟ فرشته؟ فرشته؟ یعنی تو میخوای بگی فرشته رو نمیشناسی؟ من نمیدونم داری راجع به چی صحبت میکنی؟ تو که میگفتی من آدم بیکس و کاری هستم؟ خب، الانشم هستم ببین آقا سیاه اگه قرار بود این حرفا رو ما باور بکنیم الان کلکمون کنده شده بود من نمیدونم شما راجع به چی دارین صحبت می‌کنید فرشته من فرشته‌ای نمی‌شناسم ببخشید آقا ببین سیاه جون اینجا آدم باید رو راست باشه خب مگه نیستم گوش کن ببین چی بهت میگم هر چی آقا میپرسه باید بگی این فرشته کیه بابا من نمی‌شناسم من چه می‌دونم فرشته کیه ببین سیاه جون نکنه اون روز یه رفته تو کوچه اون روزو میگی؟ خب آره دیگه بریدی ما را آقا یه کلوم خاطر خاص اسیره نباشه حالیته نباشه ول کن باش بگو چشم چشم خیلی خوب حالا روشن و واضح برای من تعریف میکنی که به چه اجازه‌ای و برای چی رفتی توی زیر زمین؟ راستش خوابم نمی برد گفتم برم بیرون یه هوایی بخورم خب؟ خب همین دیگه گفتم شاید آخه من یه صدایی من طرف زیر زمین شنفتم بعد. رفتم برم ببینم کیه بعد؟ خب گفتم شاید یه غریبه ای کسی اونجا باشه باید میمدی سراغ ما خب فکر کردم اگه بیام سراغ شما ممکنه اون در دیگه همین ببین اینجا هر اتفاقی که بیفته باید همه در جریان باشن لازم بود که تو ما رو بیدار میکردی حقیقتش دیگه به فکرم نرسیده بود آقا میدونی وقتی هم
رفتم تو زیر زمین یهو دیدم نیست، هیچ کی اونجا نبود. یه خود جلو تکی رفتم، ترق چیز محکمی خورد تو ملاجم. بعد شما افتادم دیگه هیچی نفهمید. تو با این حرفات نمیتونی سر ما شیره بمالی. تو هر جو دلت میخواد فکر کن. به هر حال یا به من اعتماد داریم که حرفی نیست، اگرم ندارین شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اینجوری که نمیشه، باید اعتماد داشته باشن دیگه. ببین آقا سیا، مطمئن باش خداحافظی ما با هم دیگه به این راحتی نیست که تو فکر میکنی. خب آقا جون، اگه شما اعتماد داریم دیگه واسه چی این حرف رو میزنیم؟ ما که پشت کون نیومدیم بعد یه عمر خلاف نفهمی چی کار باز کرد. حالا ببینم، شما نگفتین این یارو که زد کله ما رو به این روز انداخ کی بود؟ فعلا این به تو ربطی نداره. فقط یه چیزی رو برای آخرین بار بهت میگم. بگم اگر یک بار دیگه به هر دلیلی قدسر عمل کنی نمیذارم زنده بمونی. شیرفم شد؟ شیرفم. تو حرفای اینو باورت میشه؟ باورم بشه یا نه مهم نیست، ولی اگر تکرار شد راحتش کن. آشه رو بایستادی بیار بر ما رو نگاه میکنی. نگاه میکنه. برشون قضیه این فرشته چی بود؟ تو خواب هزیون میگفتی، اونم گرفت. چیزی هم گفتم؟ اگه فکر میکنی دیگه به درد نمیخوره تمومش کن. تنها راه به نظر منم همینه. بس معتنش نکن. کاری نداری؟ نه. باید سرهنگو خبر کرد. چرا سرهنگ؟ یه ارتباط تلفنی برقرار شده. حرفایی که رد و بدل شده ظاهرا خیلی مرموزه. بریم بشنویم. اگه فکر میکنی دیگه به درد نمیخوره تمومش کن. تنها راه به نظر منم همینه. چیزی دستگیده شده باسی؟ نه، اما مطلب خیلی مهم بود. از مخابرات بود؟ بله، متاسفانه زمان برای ردگیری کمی کوتاه بوده. بسیار خوب. احتمالاً من فکر میکنم پای یک قتل در میونه. اگر تا امشب یا حداکثر تا فردا از کلانی خبری نشد، یه نفر بفرستین در اون خونه تا اطلاعاتی به دست بیاره. منم همینطور فکر میکنم. ما به چند تا کارت شناسایی جعلی، گذرنامه، معرفی نامه و یک حکم دادستانی احتیاج داریم. بله. البته بعضی از اونها نیمه کار است که تو فقط باید تکمیلش کنی. ماخه
کی باز حاضر بشن آقا رامین؟ ما یک هفته بیشتر وقت نداریم، همین الانش هم خیلی دیره. یک هفته؟ بله. آخه چطوری؟ میدونم وقت کمه، ولی یه شبان روز کار کنی تمام میشه. نمونه چی؟ نمونه هست؟ نمونه داریم، از بعضی هم عکس گرفته شده که در اختیارت گذاشته میشه. این هم کار اولته، مشخصاتش پشت عکس نوشته شده. ساختگیه نه؟ به اونش کار نداشته باش، همه چیز روی میز هست. اگر چیزی لازم داشتی لیست کن، ما باقی کارت هم توی این پرونده است. سال دیگه نیست؟ نه فعلا که نه. پس کارت شروع کن. چشم، شروع میکنیم. شروع میکنم. جمشید، هی با تو هم، جمشید، 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 مشغولی ها؟ ای آقا رامی بهت گفت چیکار باید بکنی؟ آره یه چیزایی گفتم. دلم میخواد یکی دو ساعت آینده دقیق به من بگی کی کارتو تحویل میدی. دقیق؟ گفتنش که خیلی سخته، ولی خب سعی خودمونو میکنم. سعی کن. تو جور پلاستو جمع کن، بیا پیش آقا سیاد بمون. به حرفش نگیر یا چش. درست کردن غذا هم با تو. اونم به چش. ما که نفهمیدیم این طرف تو این تشکیلات چه کار است. بهزاد؟ آره والا علی الظاهر هیچ کاره، اما در اصل چشم و چراغ آقا رامینه، حالیته، دکل عملیاته، برنامه ریزیش توی سرقت حرف نداره، بیسته بیسته،
ثانیه ها رم میبینه. حالیته؟ آقا همچی قیافه میگیره، خیال میکنه جنراله. باریکلا، خوب فهمیدی جنراله. خب اما ناراحته. چطور؟ ستاره نداره. از دستتو. آقا فرشاد، میگم حکایت این دره چیه؟ قفله حبسی داره. حبسی؟ همون پسر هست که دیشب زد تو سرت. کدوم پسره؟ همون که رفتیم خونشون جل میکرد. جمشید؟ ای نامرد. اون وقت آقا رامین هم انداختش این تو. حکایت و قصه دور درازی داره، بعدا وسط میگم. حالا به چسب کارت. و هر حال فکر میکنم که جای بحث نداره، به صلاحی که اون کشته بشه، وگرنه دوچار مشکلی میشیم که غیر قابل جبرانه. خب کی باید این کارو بکنه؟ فکرش کردم. نه، حتما من باید اونو بکشم. نه، دوست جدیدمون باید این زحمت رو بکشه. البته تو باید حواسی داشته باشی. سیا، ولی آقا من فکر نکنم سیا همچی کاری بکنه. باید بکنه، به دو دلیل. اول اینکه اون باید وفاداریش به ما ثابت کنه. دوم اینکه ما باید اون رو آلودش بکنیم که خیالمون راحت باشه، مخصوصا با حرکت دیشب. موافقی؟ با اینکه قرار بود دیگه کسی کشته نشه، ولی چون قرار این پسر این کارو بکنه، من موافقم. پس تمام. ما میگیم آقا. کسی تو چیزی نپرسید؟ ما میخواستیم بگیم آقا. اجازه ها. خیلی خوب، فقط کوتاه. چشم. ما میگیم آقا، مثل یه پادام میتونیم پیش خودمون نگرش داریم، واسه همون غذایی درست کنه، چایی درست کنه، نونی بخره، آبی بیاره، اتفاقا جاروزش هم داره. ما تو کارمون از این شوخی ها نداریم. ولی من شوخی نمی کنم آقا. جمشید هوایی شده، اینجا بمون نیست، دیر یا زود از اینجا فرار میکنه. فقط تصور کنید که اون گیر بیفته. میدونید یعنی چی؟ یعنی مصیبت. ما خواستیم فقط شما فرجه ای داده باشید. گفتم که بحثش تموم شد. تو خودت با سیا صحبت کن، فقط بهش بگو نه نداره. همین امشب تمومش کنید. میتونید برید جاده خراسان. بهتره قبل از اینکه هوا روشن بشه برگردید. خب فکر نمی کنم دیگه حرفی باشه. کاش شما یه چیزی گفته بودید آقا بهزاد، بلکه هم از خر شیطون می اومدن پایین. دلم واسد می سوزه فرشاد. واسه چی؟ برای این که یه روزی اگر قرار باشه کلک تو کنده باشه، هیچ کس نیست که واسه تو پادر میونی کنه. شاعر وطن میگه ستمگر شدی چرا ای ماه روی، سنار بده آش به همین خیال باش.
بلنشو نتمرگ اونجا، بلنشو کاری که بهت گفته بودن انجام بده. باشم برم پلو سیا جونم. ای آقا سیا، کارت در اومد. خیلی بکری چیزی نیست. چرا فرشاد؟ تو یه چیزی هست. با رامی دعوا کردی؟ مطلب خیلی بالاتر از این حرف هست. خیلی. اتفاقی افتاده؟ سیاه. میخوام یه چیزی بهت بگم. نه نداره، یعنی باید قبول کنی همینو بس. ببین اگه حاشیه نرو، اصل مطلبو بگو. همین الان بالا جلسه بود. خب جمشید واسه اینا خیلی دردسر درست کرده. خب تصمیم گرفتن یه جوری از شرش خلاص بشن. میخوان بکشنش. بکشنش؟ و تو باید این کارو بکنی. من؟ آره. چرا من؟ اول واسه این که وفاداریت ثابت بشه، اونا میگن. دوم اینه ما پاد یه جای گیر باشه. آخه میدونی سیا جون، این رسم کار ماست. خب حالا چرا این بدبخته به جای کشتن نمیذارم بره به حال خودش؟ ای بابا کجا بره؟ بذار یه مدت دیگه اینجا بمونی، اون وقت خودت میفهمی هر تصمیمی که میگیرن به صلاح همه است. جان به آقا رامین چی بگم؟ هان نداره. فراموشش کن فرشاد، من نمیتونم کسی رو بکشم، اونم یه همچه آدم بدبختی رو. این کاریه که خودت قبول کردی، اینم یه چشمشه، باید این کارو بکنی. اصلا من نمیخوام، نمیخوام اینجا بمونم، نمیخوام با شما کار کنم، نمیخوام تو این تشکیلات باشم. من اینجا میرم. سست.
دیوونه نشو خر. بیا اینجا تا بهت بگم. میرم کن میرم کن فرشا جمشید میشنوه به درکی بشنوه چیه شدوش کرده چیه چرتا پرت میگی با اردنگ میندازنت بیرون واسه منم بد میشه تازه ولکنت که نیستم حالا تو یه چیزایی میدونی که نباس بدونی حالیتا خب قبول دارم قبول دارم ولی تو هم یه چیزی رو نمیدونی من در تمام زندگیم نه خونی ریختم نه میخوام خونی بریزم فرشاد جون من حتی نمیتونم کله یک گنجیش کنید چی داره؟ آخه سیاه یک گنجش نه یه آدم به درد نخور باید کشته بشه تا خلاص حالیته به همه آسونی؟ به همه آسونی تو کلت پوکه کی میخوای بفهمی؟ تو کی میخوای این چیزا رو بفهمی؟ من نمیتونم آدم بکشم خودم میرم این موضوع رو به رامین میگم آخه میری به رامین میگه چی؟ میگی آقا سیای هارت هورتی آقا سیای هارت هورتی حال بستر شده مثل مر قد قد میکنه رفته تو لاک کرد شده آره میدونی آره و زهر مار میدونی که دیگه برات ترم خورد نمیکنن اگر این کاری بکنی ولت نمیکنن حساب رود باز نمیکنن به درک باز نکنن خیال میکنی چی میشه من این کار نیستم آخه سیاه این رسم کار ماه بور بابای رسم کار شما و خودتون اون را کرده آخه این چه رسمیه؟ این چه رسمیه که به خاطر سنار شیشه به خاطر اینکه یکی زنده بمونه باید یکی دیگر رو بکشم چه صافت بزن این رسم رسممونه ببین سیاه جون دیگه به من نگو سیاه جون هیچ وقت خیلی خوف گوش کن ببین به تو چی میگم هیچی هم نمیخوام بشنفم تو باید این کار رو بکنی این کارم نمیکنم دیگه حاضر نیستم هیچی بشنفم حاضرم نیستم ریخت تو اونا رو ببینم خیلی هیچ کارم گوش کن آقای هارت هورتی من الان میرم با رامین صحبت میکنم ولی توی کله پوکت اینا بکن که باید این کار رو بکنی یه کمی فکر کن فرشاد گورتو گم کن همین الان لشق اینجاشو نخونده بودی امیر اینجا اومده بودم که اینو نجاتش بدم نه اینکه بکشمش کمکم کن جمشید بهزاد صدای منو میشنوی؟ تو هم مبلغ جواب بدی جمشید من فرصت زیادی ندارم صدای منو میشنوی؟ گوش کن اینجا میخواد یه اتفاقات مهمی بیفته با تو هم اگه صدای منو میشنوی یه جواب بدی یه چیزی بگو احمق بزار جمشید بزار بساط
چیه؟ به این ابله چیکار داره میکنه؟ خفش کنه داره همسایه میزن اینجا؟ رفتم بابا. احمد گمو بده ابله. بزن جمشید، جمشید جا برو بچست بکنه بزن چیه؟ بزن 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 نگاش کن، نگاش کن. آخه تو که تعامل یه دقیقه خمایی رو نداری چرا انقدر پر روی میکنی؟ ببین اگه قول بدی بچه خوب باشی، خوب به چه سیل کارت، به رامین میگم از اینجا بیارت بیرون. چطوره؟ هشوار بیرون، هشوار بیرون. خیلی خواه، خیلی خواه. دردت خور برا، حقته برا. تقصیر منی که برای جنس میارم، شیطانی میگه ازش بگیرم ها. انقدر اینجا بمون داد بزن تا نفست در بیاد. کرده چی؟ کجا اومده؟ چی کار میخواد بکنه؟ ولی شما هم آقا باید بهش حق بدید. چه حقی؟ تمام این شرطا رو از اون اولش گفتم. فقط بلدی یک کتی را برو ادای جوجه لاتا رو در بیاره. رس مهمه، رس مهمه. حق با شماست، ولی او پسر سربرای آقا. بهتون گفتم که هنوز خیلی زوده که او بتونه یه همچی کاری بکنه. اگر اجازه بدید آقا، من خودم این کارو میکنم. خیلی خوب، این کار خودت تموم کن، ولی یادت نره اون باید همراهت باشه. چشم آقا، دست شما درد نکنه آقا، خیالتون تخت تخت باشه. همه امشب همچی راحتش میکنم آقا که خودش هم نفهمه کی مرده. با این کاری که آقا سیاهی تو کرد دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. ناراحت نباشید آقا، باش صحبت میکنم، به راهش میارم. غلط میکنه دفعه دیگه بگه نه. راست این حرفا نیست. تو کار ما کسی که بگه نه دیگه نمیشه روش حساب کرد. اینم حرفی آقا، ولی آقا اگه یه دفعه دیگه بخواد بگه نه، خودم زبونش از ته حلقومش میکشم بیرون. نه، جواب این کار آقا سیاه رو خودم باید بدم. فقط تو حواست جمع باشه، جمشید دستت فرار نکنه. قاعده رو ختمش کن. چشم آقا، فردا که آفتاب لب این بوم بیافته جمشید دیگه زنده نیست آقا. خوبه. Oh, man.